عظمه بهرامی پژوهشگر و کنشگر محیط زیست از تورین همراه ما هستن. هر سال همین موقع خانم بهرامی این ماجرای تایید و تکذیب مازوت سوزی در کلان شهرهای ایران رو مشاهدهش هستیم و همزمان افزایش شدید آلودگی هوا سال به سال ولی داره بدتر میشه. در تصاویر دیدید آسمونی که در تهران دیده نمیشه، از مشهد خبر رسیده که هوا برای همه گروه‌ها ناسالمه. درباره مضرات مازوت سوزی و آلاینده‌هاش کمی توضیح بدید. ببینید، این که سیستم همیشه تلاش کرده اطلاعات رو مخفی نگه داره، هزینه سرمایه گذاری لازم رو برای رفع اون نکرده و قوانینی هم که مصوب هستن برای حل اون بحران ها تو موضوع گفتگوی ما، مثلا قانون هوای پاک، همیشه نادیده گرفته شده. یک سلسله تصمیماتیه که در همه حوزه ها هست، ویژه حوزه محیط زیست، برای اینکه زندگی مردم رو، روزانه مردم رو تحت تاثیر قرار میده و اون رو درک و دریافت سریع میتونن داشته باشن ازش. به خاطر همین خب گزارش های متعددی وجود داره و دیگه نمیتونن در شرایط فعلی اون انکار کنن. ما در تهران تا امروز فقط 9 روز هوای پاک داشتیم. تمام روزهای طولانی در اصفهان، در مشهد، در عراق، در سمنان، در خوزستان روزهای آلوده بسیار زیادی داشتیم. رکورد شکنی خیلی تو سالهای متفاوتی، رکورد آلوده ترین پایتخت، آلوده ترین شهرها در ایران ثبت شده. مسئله اینه که چیزی نزدیک به 91% برق تولید ما از نیروگاه حرارتیه و نیروگاه حرارتی طبق گزارش داخلی خود ایران چیزی بیش از 70-80% دارن مازوت میسوزونن. این روند مازوت سوزی هم خب یه بخشش برمیگرده به اینکه نیروگاه‌های ما خیلی فرسودن، راندمان پایینی دارن و صنایع نفتی ما هم خیلی صنایع نفت فرسوده‌ای هستن و امکان فراوری مازوت رو ندارن. برای همین مسئله اصلی اینه که مازوت سوزی در طولانی مدت در زمان‌های مختلف، فصل‌های مختلف اتفاق می‌افته، ویژه زمستان که خب مصرف برق و انرژی افزایش پیدا می‌کنه. این زندگی طولانی مدت در مجاور آلاینده‌های مثل مازوت که می‌تونه در واقع دیوکسید گوگر تولید بکنن که خودش یک گاز بسیار سمیه، غیر قابل رؤیت، از هوا چون سنگین‌تره تو نزدیک سطح زمین در معرض تنفس ما باقی میمونه. همینطور میتونن ذرات معلق بسیار زیادی از جمله سولفات و نیترات و اینا تولید بکنن. حتی میتونن تو مراحلی منجر به باران اسیدی بشن. به این ترتیب خب زندگی کودکان و سالمندان و بهرامی با این شرایطی که شما توصیف میکنید، این وضع اسفبار که تهران فقط 9 روز هوای پاک داشته، به نظر نشانه‌ای هست از اینکه یک برنامه تدوین شده، تنظیم شده از سوی دولت یا حکومت برای حل این معضلی که جان شهروندان رو در خطر قرار داده؟ کوتاه لطفا. ببینید، مسئله اینه که نه، در بودجه 1402 که جایی براش در نظر گرفته نشد. بخش زیادی از تامین هزینه این مسئله از قانون هوای پاک در بودجه حذف شد. توی برنامه توصیه هفتم هم جایی برای هوای پاک در نظر گرفته نشد. شما در نظر بگید که شهرداری تهران چیزی نزدیک 3-4% بودجه کل کشور رو میگیره و ما همچنان نه وضعیت حمل و نقل این شهر، نه وضعیت فضای سبز این شهر، هیچ کدومش ساماندهی نشده و این در تمام کلان شهرهای گلگوی که مرتب داره تکرار میشه. از طرفی در مورد صنایع خردی هم که الان وارد حوزه شهری شدن به خاطر توسعه بیقواره شهرها، هم خب اونها هم مازوت سوزی گسترده‌ای دارن و آلاینده‌های زیادی تولید میکنن که هیچ تکنولوژی مدرنی برای تصفیه اونها وجود نداره. من نه هیچ چشم‌اندازی نمی‌بینم، چون یه چیز مرتبطه با سیستم حکومت و نگاه ملیه که متاسفانه وجود نداره در حل این بحران. متشکرم از توضیحات شما. عظمه بهرامی پژوهشگر و کنشگر محیط زیست از تورین.